الله والحمد لله الله. يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا و وحبيب و قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين بارز سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما عزیزانی که این برنامه رو مورد استفاده و توجه قرار میدین امیدوارم که به مطالب مفیدی برای شما در این جلسه تقدیم کنیم همون گونه که استهزار دارید در فصل اول از مرحله یازدهم تعریفی از علم که البته تعریف خیلی حدی و تعریف شرح الاسمی نبود و بلکه معرفی کرد مبدی بر این که مفهوم علم یک مفهومی روشن و بدیهی هست و سپس به تقسیم ابتدایی که برای علم وجود داره تقسیم علم به حصولی و حضوری اشاره کرد و در نتیجه بیان کرد که اگر با نگاه دقیق نگاه کنیم هرچند در ابتدا میگم علم تقسیم میشه به علم حصولی و حضوری اما در نهایت علم حصولی هم به علم حضوری برمیگردد و در نتیجه ما علم رو فقط به علم حضوری خلاصه می کنیم. برای اثبات این مطلب دلیل اقامه شد مبنی بر این که صورت علمی مجرد از ماده هست و هیچ قوه در آن وجود نداره و بر اساس این مشخص شد که اگر ما به چیز علم پیدا کنیم در نتیجه اون صورت علمی مجرد رو در نزد خود حاضر میکنیم و در نتیجه وجود اون صورت علمی برای ما حاضر شود و, و اون چه رو که در علم حصولی میگفتیم که یک صورت ذهنی واسطه شود در این علم وجود نداره این برهان اول بود که برای تجرد صورت علمی مطرح شد و با یک قیاس استثنایی بیان شد که اگر صورت علمی مادی باشد خب قابل تغییر هست در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم صورت علمی قابل تغییر نیست نتیجه میگیریم که پس صورت علمی مادی نیست و کاملا یک امر مجرده در این جلسه به برهان دوم تجرد صورت های علمی میپردازیم که در این برهان آمده و با بررسی ویژگی که یک امر مادی داره بررسی میکنه و در نتیجه اثبات میکند که صورت علمی از این ویژگی های مادی برخوردار نیست و وقتی این ویژگی ها و خصوصیات مادی رو نداشته باشد نتیجه میگیریم که پس صورت علمی باید حتما امر مجرد باشه بر همین اساس بیان میکند که اگر صورت علمی مادی باشد خب فرض را بر همین میگذاریم که صورت علمی مجرد نیست خب میریم به سراغ این که پس امر مادی هست میگه اگر امر مادی باشد باید ویژگی های ماده را داشته باشد حالا ماده چندین ویژگی دارد که مهمترین ویژگی های ماده عبارت هست از تقسیم پذیری به معنای همون تقسیمی که در خارج ما بتوانیم یک امر رو تقسیم کنیم و تقسیمی کاملا جداپذیر و فکی نه در وهم و خیال خب وقتی به این صورت علمی نگاه میکنیم میبینیم این صورت علمی یک همچنین تقسیم رو نمیپذیرد نمیتوانیم ما علم خود را به دو نصف بکنیم یا علم خود را چهار قسمت بکنیم خب این نشانه این است که صورت علمی نباید مادی باشه ویژگی دیگر هم که برای امر ماده بیان میکند این است که امور مادی در مکان هست یعنی مکانمنده و به همون ترتیب هم دارای زمان و زمانمند هست در نتیجه ما این ویژگی ها را باید مورد بررسی قرار بدیم و وقتی نگاه میکنیم صورت علمی نه در مکان خاص قرار میگیرد و نه در زمان خاص قرار میگیرد بلکه یک امر کاملا فرامکانی و فرازمانی هست و از این که در مکان و زمان قرار نمی گیرد و تقسیم پذیر هم نیست به دست می آوریم که کاملا این امر مجرد هست و از ویژگی های مادی برخوردار نیست خب این اصل استدلال هست که برای تجرد صورت علمی قامه می شود و در نتیجه از نبود نشانه ها و ویژگی های ماده تجرد صورت علمی رو نتیجه میگیره بر این برهان اشکالاتی مطرح شده و میخواهد با این اشکالات این ویژگی را که ما گفتیم در صورت علمی وجود نداره از قبیل تقسیم پذیری از قبیل مکانمند بودن و از قبیل زمانمند بودن اینا رو میخواد که دانه به دانه اینا مورد نقد قرار بدهد و بگوید که این ویژگی ها رو ما در صورت علمی کاملا مشاهده می کنیم. از جمله در بحث تقسیم پذیری این مطلب رو می آید بیان می کند که ممکن است صورت علمی خب به عنوان یک کیفیتی حالا اگر اون کیفیت کیف جسمانی کیف نفسانی باشد خب بگیم که خودش تقسیم پذیر نیست انقسام نمی پذیرد اما بر اساس این که این صورت علمی آرز یک محل می شود می تواند به طبع اون محل خودش تقسیم را بپذیرد کمان که در خود کیف هم ما این مطلب را مشاهده می کنیم کیفی که از مقوله هست که نه تقسیم پذیر هست نه نسبت پذیر اما همین کیفیت وقت آرزی بر یک چیزی می شود خب به اعتبار کم می تونه تقسیم بشود و مشکلی نداشته باشد حالا صورت علمی رو هم بر همین اساس می آید بیان می کند که این صورت علمی هم به طبع محل خودش تقسیم رو میپذیرد و اون چرا که شما گفتید تقسیم نمی پذیره ما می بینیم که این تقسیم وجود داره و همچنین این که شما میگید گید صورت علمی زمانمند نیست خب می که مترز و مستشکل می که چرا ما می برای صورت علمی هم کاملا امور زمانی در نظر بگیریم که وقتی ما یک شیء را در یک زمان خاص درک میکنیم نه قبل از آن و نه بعد از آن خود این نشانه این است که پس صورت علمی در یک زمان اتفاق میفته و دارای زمان هست و به همین ترتیب اون ویژگی های دیگه ای رو هم که بیان میکند که شما میگین صورت علمی مکان نداره خب میاید این رو مورد بحث قرار میدهد که چرا مکان ندارم؟ ما صورت علمی را می توانیم برایش مکان خاصی در نظر بگیریم که بالاخره حالا اجزای از مغز و دماغ هست که در این مغز و در مغز می توانیم جایی را برای صورت علمی در نظر بگیریم که کاملا دارای جای مشخصی باشد و به همین ترتیب هم می توانیم به طبع همین جای خاصی که می بینیم این مغز اگر آسیب میبینه صورت های علمی هم آسیب میبینه و به طبعی تغییراتی که در مغز رخ میده به صورت علمی هم این تغییرات پدید میآید خب این اعتراضی است که بر برهان دوم صورت گرفته است که ما در این جلسه به این اشکال هم پاسخ میدیم و بیان میکنیم که چگونه این تقسیم پذیری که به طبع محل هست در صورت علمی راه نداره و از طرف دیگر هم جواب میدیم که اصلا نمیتوانیم صورت علمی رو در مغز قرار بدیم یا جایی صورت علمی رو در مغز بدانیم به خاطر که مشکلات دیگری پیش می آید که میبینیم بینیم صورت های علمی وسیع و گسترده در حد کل عالم رو ما در یک جزء بسیار ریزی مغز بخوایم قرار بدیم خب امکان نداره که این صورت علمی رو در این جای خاص قرار بدیم و همچنین زمانمند بودن صورت علمی رو هم رد میکنه مبنی بر این که چه بسا ما صورتهای علمی رو از زمانهای خیلی قدیم در ذهن خود داشته باشیم بدون اینکه زمان در اون هیچ گونه دخالتی داشته باشد و خود این نشان میدهد که پس صورت علمی دارای زمان نیست این مباحثی است که در این جلسه انشاءالله میخواییم به اون دست پیدا بکنیم و این رو توضیح بدیم و لو لوکانت مادیه حالا این برهان دوم هست مبنی بر این که صورتهای علمی امر مجردن و امر مادی نیستند. حالا از اون طرف شروع میکنه میفرماید که اگر ما نپذیریم که صورت علمی یک امر مجرده خب باید بپذیریم که صورت علمی باید مادی باشه خیلی خوب میگیم از همین راه فعلا میریم به جلو که ببینیم اگر صورت علمی مادی بود چه مشکلی پیش میاره یا نمیاره میفرماید اگر این صورت علمی مادی باشد لم تفقد خواص الماده اللازمه باید فاقد ویژگی های لازم ماده نباشد یعنی باید اگر امر مادی شد همه ویژگی هایی که برای ماده لازم هست اون ویژگی ها را باید داشته باشد خب حالا اون ویژگی ها چیه که ما در صورت علمی جستجو بکنیم که هست یا نیست می و هیل الانقسام خب یک از اون ویژگی های امور مادی تقسیم پذیری هست که می فرماید این انقسام تقسیم پذیریشون هم در واقع به همون تقسیم در خارج این تقسیم فکی و جدا پذیر باید باشد نه اون انقسام پذیری که در وهم و عقل هست که خب ما گفتیم بعضی وقتها هست که یک شعر رو تقسیم میکنیم در خارج زیر چنقو میذاریم اینا رو به چند تکه برش میزنیم خب این تقسیم پذیری ویژگی ماده هست که اگر یک امر مادی نباشد این تقسیم رو نمیپذیرد اما تقسیمات وهمی و عقلی خب اینا رو می شود در امور در مجرد مثالی هم در واقع این رو پیدا کرد که در عالم مثال با اینکه از تجرد برخوردار هست اونجا هم میشه به صورت وهمی و عقلی تقسیم رو مطرح کرد در اینجا وقتی میفرماید این انقسام پذیری جزء ویژگی های ماده هست در واقع اون تقسیم پذیری در خارج رو مد نظر قرار میدهد و زمان و مکان دو تا ویژگی دیگر لازم ماده عبارت از زمان داشتن و مکان داشتن هست ف علم به ما انه علم لا یقبل النصف و ثلث مثلا خب میفرماید حالا بریم این سه تا ویژگی که برای امر ماده گفتیم در صورت علمی این ویژگی ها رو پیدا میکنیم یا نه میفرماید علم رو با عنوان علم بودن وقتی نگاه میکنیم لا یقبلون نصف و سورس مثلا خب وقتی میفرماید تقسیم پذیر نیست یعنی علم را نمیتونیم دو نصف کنیم یا سه تکه بکنیم که یک سومش رو در نظر بگیریم نه خب این رو میفرماید که به هیچ وجه نمیشه علم رو به این شکل تقسیم کرد خب در مسائلی که ما علم به شی پیدا میکنیم حالا این علم گاهی در امور کلی هست که مربوط به مقدار نمی شود خب واضح هست که اونجا تقسیم نمی پذیرد اما در جاهایی که ما علم پیدا می کنیم راجع به مقدار خب حالا مثلا وقتی علم داریم در این که خب یک چوب چند متره در این صورت آیا نمی توانیم بگوییم که اینا این نمیپذیرد نمی پذیرد میگه که نه حتی در همین موردی که ما یه چوبی رو که دارای کمیت هست و میتونیم بگیم ده متره هست حالا این صورت علمی که ما از این چوب به دست آوردیم آیا نمیشود این را تقسیم کرد؟ میفرماید که اگر ما اون علم را به عنوان علم در نظر بگیریم نمیشود این رو تقسیم کرد حالا اگر ما میاییم همین چوب رو تقسیم میکنیم به دو تا مثلا چوب پنج متره یا بعد دوباره اینارم بازم تقسیمات ریست دارم براش میکنیم میفرماید که این تقسیم پذیری اون صورت علمی اولی ما نیست بلکه اون صورت علمی ما که چوب ده متره در نظر گرفته بودیم و علم به اون پیدا کرده بودیم اون سر جای خودش است. وهم ما می آید صورت های جدید رو به وجود میاره میگه که بله می شود این صورت چوب ده متره رو تقسیم کرد به دو تا پنج متره و بعد بر اساس این صورت علمی جدید هست که این چوب های 5 متر رو با اون ده متر دوباره میآید مقایسه میکنه میگه بله این کوچکتر از اون هست این نصف آن هست اون دو برابر این هست میفرماید خود این که اون صورت علمی چوب ده متر همچنان سر جای خودش هست خود این نشان دهنده این است که علم همون در حالت ثابت هست هیچ تقسیم رو نمیپذیره و اگر این تقسیمات جدید رو ما مطرح میکنیم در واقع بر اساس اون قوه واهمه هست که اینا رو میآید یه صورت علمی جدید به وجود میاره نه اینکه اون صورت رو تقسیم کرده باشه به این شکل دو متر و پنج متر و امثال این ها دو تقسیم کرده باشه لذا میفرماید اون صورت علمی رو یا علم به ماه و علم رو اگر در نظر بگیریم هیچ گونه قابلیت تقسیم شدن به نصف و سلس و روب و امثال این ها رو نداره ولو کان منتبعا فی مادت جسمانیه حالا می فرماید اگر این صورت علمی ما ماده باشد و منتبه در ماده جسمانی هم باشد لا نقص و بین ها خب لذا ما نمی توانیم این رو تقسیم بکنیم به تقسیم شدن اون ماده جسمانی خب و به همین جهت هست که میگیم اگرم تقسیم میکنیم در واقع صورت علمی جدید ایجاد میکنیم نه اینکه اون صورت علمی ما تقسیم بشود این اولین ویژگی بود که پس تقسیم نمیپذیره و لا یتقید به زبانین ویژگی دوم هم این است که این صورت علمی یا اون علم به ما و علم ما مقیده به زمان هم نمی شود خب این هم نکته جدید هست که می فرماید نمی توانیم در واقع برای علم زمان خاص در نظر بگیریم یا زمان را در علم خود دخالت بدیم ولو کان مادیان خب حالا اگر ما آمدیم این صورت علمی رو به صورت یک امر مادی در نظر بگیریم و کل مادی متحرک همه امور مادی هم که حرکت داره که بر اساس چی اون حرکت جوهری رو در نظر بگیریم که در ذات خودش در جوهر خودش حرکت داره و چی حرکت های شده رو در نظر بگیریم خب همه امور مادی در حال تغییر و تغ... تغییر هست و دارای حرکت هست ل... لتغیر به تغییر زمان که اگر این صورت علمی مادی می بود و امر مادی هم کمیشه متغیر و متحرک هست با هر تغییر و تحرکی حتما تغییر پیدا می کند در حالی که می بینیم نه صورت علمی ما همچنان ثابته و هیچ تغییر درش رخ نمی دهد. این نکته دوم یا نشانه دوم که امر علم جزء ویژگی هایی که دارای در واقع زمان باشد نیست و لا یشار علیه فی مکان این ویژگی سوم هست که میفرماید به این علم اشاره هم نمیشه که این رو تعیین بکنیم که بله این علم ما در فلان مکان وجود دارد خب به خاطر همین می توانیم بگیم که پس علم مادی نیست بلکه کاملا یک امر مجرد هست خب وقتی یک شی در مکان قرار می گیرد ما می توانیم بگیم که اشاره کنیم بهش که بله در فلان جا هست در فلان قسمت هست در بالا هست در پایین هست ولو کان مادیا حل فی مکانی که اگر صورت علمی ما هم امر مادی می بود حتما در یک مکانی حلول می کرد و در همونجا قرار می گرفت الله ممکنه کسی اشکال بکند که خب شاید این امر علم ما هم در واقع دارای مکان باشد ولی ما متوجه نباشیم مثلا این که ما نمیتونیم اشاره بکنیم به اینکه علم ما در کجا هست خب این دلیل نمیشود برای اینکه بگیم پس مکان نداره شاید مکان داشته باشد ما متوجه نباشیم و شاید هم ما درست ندانیم که در کجا هست خب میفرماید که نمیشود در مورد علم این حرف رو مطرح کرد چرا؟ به دلیل اینکه وقتی علم به معنای حضور هست که یعنی خود اون شی در نزد ما حاضر شده است خب دیگه امکان اشتباه در آن وجود ندارد که بگیم شاید مکان داشته و ما نمیدانیم شاید ما اشتباه بکنیم که مکان داره یا نداره فرماید چون علم در اینجا به معنای حضور هست خب امکان اشتباه در آن وجود نداره که اگر مکان می داشت حتما ما متوجه مکانش می شدیم چون متوجه نمی شویم و نمی بینیم پس معلوم می شود که حتما در واقع هم مکان نداره این اصل دلیل هست اما فاین قلت عدم الانقسام صورت العلمیه به معنه علم لا ینافی انتباه فی جسمین خب این اعتراضی هست که بر این دلیل دوم صورت میگیرد و میفرماید که اگر شما مطرح میکنید و میگویید که اگر صورت علمی مادی می بود تقسیم پذیر می بود حالا تقسیم پذیر نیست ما میگیم چرا تقسیم پذیر نیست ما می توانیم تقسیم پذیری رو در صورت علمی اثبات بکنیم چگونه میگوید که این عدم این صورت علمی را که شما اردید و گفتید به ما انها که این صورت علمی هم علم هست و تقسیم نمی پذیرت. منافات ندارد که انتباع پیدا بکند این صورت علمی در یک جسمی خب یعنی که خود این صورت علمی آرز بر یک جسم بشود منتبع در اون جسم بشود خب که جز من دماغ مثلا میگیم در کجا بر چه جسم آرز بشود مثلا میگه خب بر, بر مغز یه جزی از دماغ اونجا ما مکان قرار میدیم برای همین صورت علمی وقتی این آرزه بر اون جسم شد و انقسام ها به عرض محل حالا این صورت علمی را به اساس تقسیم پذیری خود اون محل این علم یا همون جزء دماغ یا همون مغز خب این صورت علمی را هم تقسیم میکنیم چی اشکال داره؟ خب حالا اگر ما آمدیم و این مطلب رو آوردیم و مطرح کردیم هرچند این اعتراض بر دلیل دوم وارد شده است که میگوید شما گفتید در صورت علمی تق... به اصطلاح تغییر وجود نداره ما میاییم به اعتبار این که این صورت علمی عارض بر جسم میشه عارض بر مثلا مغز میشه به اعتبار تقسیم پذیری مغز میتوانیم بگیم پس صورت علمی رو هم تقسیم میکنیم این دلیل دوم رو مورد نقد قرار میده اما میشه از همین اعتراض حتی در مورد دلیل اول هم اشکال وارد کرد که در دلیل اول هم وقتی میگفت که تغییر راه نداره خب ما میگیم که ولی وقت تقسیم پذیری رو در موردش راه پیدا کرد تغییر هم میتواند راه پیدا بکند. لذا این اعتراض هم در مورد دلیل دوم هست هم در مورد دلیل اول میتونه باشد کما ان الکیفیه کلون الارز سطح جسم لا تعبل انقسام به معنه کیفیه حالا یه نظیری میاره میگه شما نمونه دیگر را در نظر بگیرید که کیفیتی رو مثل رنگ رنگ خودش یک کیفیت است این رنگ آرز بر سطح جسم می شود خب بر جسم آرز می شود رنگ جسم را تغییر می دهد تابل انقسام به ما کیفیت خب کیفیت را وقتی به عنوان کیفیت در نظر می گیریم عبا دارد از تقسیم پذیرین به خاطر اینکه حتی در مورد تعریف کیفیت هم در مقولات عرش بحث کردیم و گفتیم که کیف مقوله بود که یا عرضی بود که لایق یقبل القسم و نسبه لذاته که ذاتا قابلیت قسمت و نسبت را نداشت خب حالا همین در واقع کیف وقتی خودش ذاتا تقسیم پذیر نیست ولی وقتی آرز بر یک کمیتی میشه آرز بر یک جسمی میشود که دارای کمیت هست و تنقسمو به عرض محل همین کیفیت هم کاملا تقسیم, تقسیم, پذیر می شود به واسطه همون محلی که بر اون آرش شده فلمه لا یجوز ان تکون صورت علمیه مادیه خب با همین نظیری که گفتیم کیفیت که ذاتا تقسیم پذیر نیست اما به واسطه آرش شدنی بر یه جسم تقسیم پذیر می شود میگیم صورت علمی هم اگر ذاتا تقسیم پذیر نباشد به واسطه آرش شدنی بر یک جسمی مثل مغز میشه تقسیم پذیر باشد چه, اشکال داره که این همین حرف رو بزنیم و این رو هم مادی بدانیم منتبعتون فی محل که این صورت علمی هم منتبه در یک محل بشود و منقسم بشود به عرض محل خودش وقت آرز بر محل شد محلش تقسیم پذیر بود این علم هم تقسیم پذیر می شود و خاصتا به نا انالاماه و المعروف به ویژه طبق اون دیدگاه معروفی که در مورد علم وجود دارد من کون العلم کیفیت و نفسانیه که بعضی میاین خب علم رو جزء کیفی نفسانی به حساب میارن خب حالا وقتی ما میگیم که اگر علم کیفی نفسانی باشد خب این به خصوص هم که مطرح میکنه ویژگی خاصش هم در همینه که ما چطور مثال زدیم در واقع همین صورت علمی رو به کیف حالا خود این صورت علمی هم اگر کیف باشد خب چطور کیف وقت آرز بر یک جسمی دارای کمیت میشه تقسیم پذیر میشه اینجا هم ما همین حرف میزنیم این یک اعتراض که در مورد تقسیم پذیری صورت علمی مطرح میکنه و ایزا انتباق العلم از زمان ویژگی دیگر هم که مطرح بود این بود که صورت علمی دارای زمان نیست یعنی زمانمند نیست میفرماید که معترض میگه ما کاملا میبینیم صورت علمی زمانمنده چطور؟ فرماید که انتباق علم بر زمان کاملا درست هست و خاص فی العلوم الحسیه و الخیالیه که حتی در اموری که محسوس هست از طریق حس به دست میاریم از طریق خیال به دست میاریم خب اینها دارای زمان کاملا میدانیم چی علمی را در چه زمانی به دست آوردیم خب کاملا مشخص هست و اینا مما لا ینبغی ان یرتاب در این که این امور حسی و خیالی ما علم حسی و خیالی ما دارای زمان هست میفرماید که جای شکی نیست که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجود یا چنانچه که کارهای مادی رو ما در زمان وجود خودشون احساس میکنیم خب در همون زمان نه قبل از آن نه بعد از آن دقیقا وقتی رو ما در یک زمان خاص احساس میکنیم معناش اینه که پس اینا در یک زمان اتفاق میفتد دارای زمان هست در تخیل هم همینطوره این وقتی ما خیال میکنیم یک امر رو در زمان خاصی خود این نشانه این است که پس اینا باید در زمان باشد و از اختصاص و اجزای من دماغ به خاصت علم خب یک ویژگی دیگر هم که ما گفتیم علم داره و گفتیم که مکان نداره میگه که نه ما میتونیم برای علم حتی مکان هم پیدا بکنیم و همچنین اختصاص دارد اعضای از دماغ به خاصت علمین به ویژگی علم اختصاص داره به حیث یستقیم و به استقامتی ها به گونه ای که این علم استقامت پیدا میکنه درست میشه به مستقیم بودن اون اجزای دماغ و یختلا به اختلال ها و این علم هم دوباره با اختلال اون اجزای دماغ یعنی به اختلال مغز علم هم مختل میشود خب الان ما هو المسلم فی الطب چنانچه که این در طب یا در فیزیولوژی امروزی این کاملا روشن هست که مشخص از صورت علمی حافظه و امثال ها در چه بخش از مغز قرار داره با درستی و صحت اونها این صورت علمی و حافظه و امثال ها هم درست کار میکنه و با خلل در آن خب اینا هم از بین میرود فل صورت علمی مکانون کما ان لها زمانن پس معترض میگه که صورت علمی هم مکان داره همان گونه که زمان هم داره تا اینجا سه تا ویژگی که در برهان دوم مطرح شد که صورت علمی نداره این معترض آمد هر سه ویژگی رو برای بر علم ثابت کرد و بر اساس این اعتراض میخواد بیان بکنه که صورت علمی مجرد نیست باید این ویژگی های مادی رو که داره مادی باشد قلنا جوابی که ما از این اعتراض میدیم این است که ابا صورت علمی و امتناع این صورت علمی از انقسام به ها علم با همون ویژگی علم بودنشون رو وقتی نگاه میکنیم در این که این علم به ما و علم دارای تقسیم پذیری نیست لا کفی این رو اصلا نمیشه در موردش شک به خود راه داد کما ذکر همان گونه که اشاره شد که واقعا ما نمیتوانیم برای صورت علمی علم رو تقسیم پذیر بدانیم چنانچه که در خود دلیل هم اشاره شد و اما انقسام ها بعد از انقسام المحل خب شما آمدید گفتید که خب صورت علمی را ولو ذاتا تقسیم پذیر نباشد اما به اعتبار آرش شدنش بر یک محل و اگر اون محل تقسیم پذیر شد خب این علم هم تقسیم پذیر می شود می فرماید که این تقسیم پذیر صورت علمی به سبب آرش شدن انقسام محل اینکه محلش انقسام پذیر شد این هم منقسم بشود کل جزء عصبی مثلا اون محل رو هم ما اون جزء عصبی جزء عصب یا همون مغز در نظر بگیریم فمیم ما لا شک فی این حرفم بازم از اون حرفه که در باطل بودنش شک راه نمیدیم به خاطر خیلی واضح و روشنه که نمی توانیم این علم را به مکانش رو در همون جزء خاصی از مغز بدانیم و به اعتبار تقسیم پذیر مغز این علم را هم تقسیم پذیر بدانیم خب این هم میفرماید که باطل هست و این حرف نادرست است خب چرا دلیلی که برای این مطلب ارائه میکند این است که میگوید فا اینا نحس و نتخیل سور هی اعظم و کثیره مما فرز محلا لها میگه شما در اعتراض آمدید برای صورت علمی محل قرار دادید خب ما میاییم میگیم واقعا اگر این محل ظرف برای این صورت علمی باشد خب بین ظرف و مظروف یک هماهنگی یه سازگاری باید وجود داشته باشد در حالی که ما امور را احساس میکنیم و همچنین امور را تخیل میکنیم و این صورتهای حسی ما و صورتهای خیالی ما به گونه بزرگ هست که خیلی خیلی بزرگتر از آن چیزی است که شما فرض میکنید که او جا و ظرف برای این صورت علمی باشد شما یه مغزی رو با یک حجم بسیار محدودش میایید این به ظرف قرار میدید برای این صورت های علمی با این وسعت و گشایشی که داره خب این کاملا نادرست است و این رو نمیشود این جزء عصبی رو محل برای این صورت علمی دانست حالا علمی که ما به دست میاریم یا صورت های علمی که به دست میاریم مثل چیه کسماع بر حالا این آسمان رو با تمام وسعت و گستره اون در نظر میگیریم و الارض به اقطارها و زمین رو هم با این نواهی دوردست اون اینا رو ما به صورت علمی در میاریم علم بهش پیدا میکنیم و جبال شاهقه و این کوههای بسیار مرتفع را و البراری الواسه و این بیابانها و صحراهای وسیع و گسترده رو وقتی ما بهش علم پیدا میکنیم و البحور زاخره و همچنین این دریاهای که پر از آب هست خب اینا رو اینا صورت های علمی ما هست شما این صورت های علمی رو چگونه می در این جزء عصبی یا این مغز قرار میدید و این مغز رو محل یا ظرف مکان برای این صورت علمی قرار میدید تا به اعتبار تقسیم پذیری محل بیایید بگید بله علم تقسیم پذیر می شود این حرف نادرسته و من الممتنع انتباع کبر فی الصغیر که میگوید که کاملا حرفی نادرست هست که ما بیاییم این صورت علمی با این وسعت و گستردگی را در این جزء بسیار ریز قرار بدیم و ما قیل این ادراک الکبر و سغر فی صورت العلمیه این نما هو به قیاس اعضاء صورت العلمیه بعض و علا بعض خب می آید می گوید که شما گفتید انتباه کبیر در صغیر لازم میآید آید صورت های علمی بسیار وسیع رو نمیشه در یک بخش کوچیک مغز قرار داد میگوید ما این گونه نیستیم که در ادراک وقتی درک میکنیم این صورت های علمی با این وسعت و گستردگی را خب با همین وسعت و گستردگی بیاریم در این مغز قرار بدیم نه میگه ما در مغز وقتی یک چیز را درک میکنیم این صورت های وسیع و گسترده ما هم به صورت بسیار ریز حالا تعبیر امروزی به صورت یک میکروفیلم اینا در, در واقع درک میشود که این رو وقتی ما در دستگاه عصبی قرار میدیم بعد به کمک قرائن و نسبت سنجی و ارزیابی های دیگر این مغز ما میآید این نسبت ها را بزرگ می کند بعد نشون میده که ولی این مثلا ادراکی که صورت گرفته بود چند برابرش در خارج هست و وسعتش چقدره و بعد این ترتیب یا صورت ادراکی ما از اول با اون وسطش در مغز قرار نمیگیره اونا با همون ریز و به صورت مکرو بودن خودش اینا در مغز قرار میگیره بعد مغز میاد اینا رو در واقع گستردش میکنه بر اساس نسبت هایی که خودش در نظر میگیره بعد از این اساس میگه پس اون انتباه کبیر در صغیر هم لازم نمیآید و همه فرماید اون چه گفته شده است که ادراک کبر و صغر این خوردی و بزرگی و کوچکی در صورت علمی این نما هو به قیاس از صورت علمی بعض و بعض این را وقتی در مغز قرار میدیم در ابتدای اینا به صورت خیلی ریز وارد مغز میشه مغز بعد دوباره میآید اینا را وقتی بعضشون را با بعضی دیگر مقایسه می کند بعد میگه که بله اینش بزرگتره این کوچکتره این بزرگتر چند برابر کوچکتر است و امثال اینها میگه اون حرف هم اگر کسی این حرف رو هم بزند لا یفید و شیعن اینم برای رفع اون انتباه کبیر در صغیر فایده ندارد ف فا این المشهود هو الکبیر به کبره بخاطر این که اون چی که مشاهده می شود بزرگ با همون بزرگی خودش است دونن نسبت الکلیت المقداریه، نه این که اون در واقع ادراک ما به این شکل باشد که یه نسبت کلی از مقدار را در نظر بگیریم که اون نسبت هم بین کبیر و صغیر مشترک باشد و ان النسبه بینهما مثلا نسبت المعل الواحد بعد مغز بیاید این رو بگه بله این کوچک یک, یک صدوم اون بزرگه اون بزرگ مثلا صد برابر این کوچیکه نه بگه این گونه نیست همون ادراک بزرگ رو بزرگ درک میکنه کوچیک رو کوچیک درک میکنه و نتیجه که به دست میآید این است که فصورت العلمیه المحسوس او المتخیله به مال من المقدار قائمتون به نفس فی عالم نفس پس اون صورت علمی که ما چی از حواس به دست بیاریم چی به صورت خیال اینا رو به دست بیاوریم به مال من المقدار هر که باشد با همون مقدار خاص خودش هست قائمتون به نفس فی عالم نفس و این صورت علمی هم قائم به نفسه یعنی دیگه وجود لغیره ندارد من غیر انتبافی جز این عصبی بدون این که منتبه بشود در یک جز عصبی مغز او امر مادی غیرها یا یک امر مادی غیر از این صورت علمیه و لا انقسام الله به عرض انقسامه و به طبع انقسام اون محل خودش هم اینا تقسیم پذیر نخواهد بود خب مباحثی ادامه داره و متاسفانه به جایی که باید می رسیدیم نرسیدیم انشاءالله ادامهش رو در جلسه بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد